همراه میشیم با شکریه برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن. خانم برادوس، پیشتر هم مسکو تهدید کرده بود بریتانیا رو درباره ارسال سلاح و موشک به اوکراین برای مقابله با روسیه. فکر میکنین این تهدید رو چطور میتونه عملی بکنه؟ اساساً روسیه ابزاری داره مقابل بریتانیا؟ چیزی که الان می‌بینیم در مورد بریتانیا که گفتید، موشک‌های کروز که اولین بار حتی قبل اینکه آمریکا این موشک‌ها رو بفرسته، اینجا بریتانیا است داره این موشک‌ها رو فرستاده و این باعث میشه که واقعاً برای اون حمله ضد حمله‌ای که خب اوکراین میگه هنوز شروع نکردیم ولی گروه واگنر فرماندهش گفته اوکراین حمله ضد حمله رو شروع کرده، این باعث میشه که برای جبهه اوکراین دست قوی‌تری داشته باشه. ولی چیزی که باعث شده زلنسکی میگه حمله رو هنوز شروع نکردیم، به نظر من برمیگرده به اینکه هنوز هم تسلیحات بیشتر میخواد. زلنسکی میگه به خاطر این شروع نکردیم، چون که درست اگه الان شروع کنیم میتونیم برنده این جنگ بشیم، ولی شروع نکردیم از اینکه نمیخوایم تعداد بیشتری از سربازان اینجا کشته بشه، اینجا بیشتر بحث انسانیه داریم در نظر میگیریم. ولی چیزی که در مورد این موشک‌های کروز و این حملاتی که اوکراین انجام داده و میدونیم به گفته خود وزیر دفاع، وزیر جنگ اوکراین میگه 2 کیلومتر در باخمود، شهری که الان برای اولین بار بعد جنگ جهانی دوم میگن شهریه که بیشتر کشش‌ها، بیشتر جنگ برای اولین بار از جنگ جهانی دوم اولین صحنه است که داریم میبینیم. ولی چیزی که در این شهر رخ داده و این پیشروی که اوکراین پیشروی خیلی کمه، ولی همین پیشروی کمی که دارن نشون میده که بهش میگن شیپینگ اپریشنز تو آمریکا، یعنی اینکه اون حملاتی که اوکراین الان شروع کرده فقط اون مراکز صنایع نظامی روسیه رو دارن مورد حمله قرار میدن. یعنی با این تجهیزات نظامی که اوکراین گرفته سعی میکنه قبل از اینکه این حمله ضد حمله شروع بشه تمام اون تانک ها، اون تجهیزات، اون پایگاه ها، کماندر ها، اونا رو هم مورد هدف قرار بگیرن و اینجاست بعدن جنگ شروع بشه راحت تر برای اوکراین این بردش. برای همین هم به نظر من الان که زلنسکی در روم بوده حرفی که زدن اوکراین دوباره همون پیس پلان یا همون پروژه صلح اوکراین، همون 10 تا نکاتی رو که قبلا هم داشته، میگه بجز این 10 تا نکات ما نمیتونیم با هیچ چیز دیگه، با هیچ پلن صلحی بیایم موافقت بکنیم. این نشون میده که زلنسکی احساس میکنه که روسیه اون قدرتی که باید داشت رو نداره. و چیزی که برمیگردم به همون قدرت جوابگو بودن روسیه، روسیه چقدر میتونه حمله کنه. ما چیزی که در 9 می دیدیم در روز پیروزی، سالگرد پیروزی روسیه در جنگ جهانی دوم، واقعا همه این رو به عنوان یک شکستی برای چهره روسیه میبینن، چون که چیزی که اونجا دیدیم تنها یک تانک دیدیم، اونم تانک مال جنگ جهانی دوم، مال استالین بود. یعنی نشون میده حتی در اون صحنه سازی که روسیه خیلی خوبه تو این موضوعات، اونجا هم شکست خورد و نشون داد که چقدر نظر تسلیحاتی الان ضعیفه، به خاطر اینکه انبارهای روسیه بعد از این تحریم ها واقعا دچار مشکل شدن. بله، سپاسگزارم از شما. شکریه برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن با ما.